خرید و رانندگی به اندازه پختن شیرنی ها و تجلیل روز شکرگزاری در این فصل از جمله فرهنگ های نهادینه شده امریکایی است و رئیس جمهور جو بایدن این را خوب میداند. بر اساس نظر سنجی اخیر روزنامه واشنگتن پست و شبکه ای بی سی تعداد بی از امریکایی ها یعنی 55 درصد از مدیریت اقتصادی بایدن ناراضی هستند زیرا شماری از ایالت ها شاهد بلند رفتن قیمت بی سابقه مواد نفتی و تورم پولی قبل از فصل تعطیلات هستند روز سه شنبه بایدن دستور داد تا 50 میلیون بیرل نفت را از ذخایر استراتژیک به بازار عرضه کنند او گفت که سایر مصرف کنندگان عمده انرژی از جمله هند بریتانیا و چین قصد دارند چنین کاری را انجام دهند من در چند هفته گذشته سخت روی تماس ها و ملاقات ها با رهبران خارجی سیاست گذاران کار کرده ام تا عناصر سازنده اعلامیه جهانی امروز را کنار هم بگذارم. در حالی که عملکرد جمعی ما مشکل قیمت بلند نفت را در یک روز حل نمی کند اما تفاوت را ایجاد خواهد کرد. این کار نیاز به زمان دارد ولی به زودی شما شاهد کاهش قیمت نفت خواهید بود و در درازمدت مدت با تغییر به سمت انرژی پاک ما وابستگی خود به نفت را کاهش خواهیم داد. اما آیا این اقدام کافی است؟ این حرف ها با دو دلیل گفته شده است یکی اینکه امریکایی ها فکر کنند که رئیس جمهور در این قضیه شامل است و تلاش دارد قیمت نفت را پایین آورد و دوم با همکاری متحدانمان از جمله چین او به اوپک سیگنال میفرستد که ما این موضوع را جدی میگیریم اگر تولید را افزایش ندهید ذخایر را باز می کنیم بایدن همچنان این هفته جیروم پاول رئیس بانک مرکزی ایالات متحده را بار دیگر به این مقام نامزد کرد زیرا او توانسته بود نرخ سود را در طول همگیری پایین نگه دارد او یک لایحه 1.75 تریلیون دلاری را برای هزینه های اجتماعی و اقلیم پیشنهاد کرده که اگر در سنا تصویب شود به تغییر اقتصاد آمریکا کمک خواهد کرد روز شنبه بایدن خاطر نشان کرد که بزرگترین اقتصاد جهان بهتر از آن چه انتظار می رفت از این همگیری سر بلند کرده است. واقعیت این است که آمریکا چیزهای زیادی برای افتخار کردن دارد ما قوی ترین بهبود اقتصادی را در جهان تجربه می کنیم حتی پس از محاسبه تورم اقتصاد ما بزرگتر است و خانواده های ما در مقایسه با قبل از همگیری پول بیشتر در جیب دارند و آمریکا یگانه اقتصاد بزرگ جهان است که می اما اقتصاددانان میگویند که حتی اقتصاد ایالات متحده هم با نیروی ساده ارز و تقاضا هم خونی ندارد و برای رفع آن ممکن به کار بیشتری نیاز باشد ایزیا. بانک مرکزی ایالات متحده به خرید مقادیر زیاد از سنت های اعتباری مالی ادامه میدهد که نرخ سود آنها در سطوح بسیار پایین است و در همین حال حکومت بزرگترین بسته بودجه تحرک اقتصادی را در زمان صلح در دست داشته است بنابراین زمانی که شما این ترکیب را دارید و سپس با مشکلات جهانی عرضه روبرو می شوید به دلیل زنجیره تامین جهانی در موقعیت قرار می گیرید که تقاضای شما بلند می رود و عرضه بسیار کم دارید و اساسا همین باعث افزایش قیمت ها می شود با توجه به این آیا مصرف کنندگان امریکایی از هزینه ها و قیمت های بلند در فصل خرید در امان خواهد ماند رئیس جمهور جو بایدن به همین امید است